الها دعای همه ما خسته دلان را بشنو و مستجاب فرما، خسته شدیم. درود بر همه شما خوبان و فرهیختگان، عرض ارادت دارم خدمت شما. دوستان گرامی، در ادامه کلیپ های آموزشی اعداد، این کلیپ رو اختصاص دادم به عدد 100 با یک وند رنگی. عدد 100 با رنگ سفید و سرخ میاد. دوستان گرامی، عدد 100 با رنگ سفید و سرخ میاد و ترکیب عدد 100 و سفید روی دشت میاد، برای مکانهای لشکرگاهی میاد. مثل چی؟ مثل 100 سفید سوار، 100 سرخ سوار. این در رابطه با عدد 100. اما عدد 100 برای عدد 100 با وند رنگی سفید کجا میاد؟ روی آرزه دشت حمل میشه. عدد 100 با رنگ سرخ روی آرزه کوه و تپه حمل میشه. هر کدومشون مجزان ها. عدد 100 با وند رنگی سفید روی آرزه دشت، عدد 100 با رنگ سرخ روی کوه و روی تپه، روی کوه هم میشه و تپه. اما عدد 100 هیچ وقت روی رود هم نمیشه. اینها مواردی هستند که بایستی در رابطه با اعداد، خصوصا عدد 100، دوستان گرامی بدونید و به کار ببرید. ممنونم از تک تک شما خوبان. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستان گرامی، اعداد رو بشناسید، اعداد با وندها رو بشناسید، بدونید که کدوم عدد با کدوم وند رنگی میاد، بدونید که این اعداد آیا ارزشمند هستند، بیارزشند، به چه صورتی. همه اینها رو بایستی بدونید. دونستن اینها بسیار بسیار مهمه و برای موفقیت شماست. این مطالب برای اینه که شما سطح دانشتون رو بالا ببرید. برای اینکه سطح دانش شما بالا رفت، دیگه دنبال تفسیر عکس راه نمیافتی. اون کسی که عکس برای من بفرسته، من میدونم که اون اصلا بار علمی نداره، اصلا در مورد باستان تفکراتش برمیگرده به 200 سال قبل، برمیگرده به تفکرات پسر بابا بزرگ من، بچه بابا بزرگ من. خب اون بچه بابا بزرگ من اگه الان میشد ازش سوال میکردی، میگفتی من چه شغلی رو برم ادامه بدم، با توجه به زمان خودش تصمیم میگرفت دیگه. میگفت الان نعل کردن اسب و الاغ و قاطر درآمد خیلی خوبی داره. چرا؟ چون این هنوز در عصر صفویه داره زندگی میکنه. اما دنیای الان دنیای علم و تکنولوژیه. پس اگر شمایی که به دنبال تفسیر عکس هستی، هنوز شما در دوره صفویه زندگی میکنی، برو تو صفت وایستا. تو دوره صفویه برو تو صف وایستا تا عکس تو برات تفسیر بکنه. برو سراغ همون تفسیر عکست و لذتش رو ببر. پس افرادی که نمیخوان دست از تفسیر عکس بردارن، میتونن راهشون رو جدا بکنن. چون تصمیم جدی گرفتم به محض اینکه عکس بیاد در واتساپ، عکس بیاد ربات فعال میشه و شخص بلاک میشه. در اینستاگرام عکس بفرستید، کلیپ بفرستید، سریعا ربات فعال میشه و شما رو بلاک میکنه. چرا؟ چون از این به بعد بنده به اندازه کافی توضیحات رو دادم. 1200 کلیپ، 500 شبانه روز من نشستم مطلب گفتم. بعد از 500 شبانه روز اگر عزیزی بخواد بیاد عکس بفرسته، اون دیگه توهین به شعور منه.
من نه سواد تفسیر عکس رو دارم، نه توان تفسیر عکس رو دارم، نه در طول زندگیم استادی داشتم برای تفسیر عکس، نه از کسی تفسیر عکس رو شنیدم، نه تفسیر عکس علمیه، نه تفسیر عکس ازش کسی به نتیجه رسیده. یک سری افراد شیاد و کلاهبردار برای سیر کردن شکم خودشون قانون نانوشته ای رو برای یک عده افراد بی سواد و کم سواد و البته زحمتکش به کار بردن. این افراد اومدن پولی رو دادن، اونها عکساشون رو تفسیر کردن، اونها پول رو دادن عکسشون تفسیر شد، اونها پول رو گرفتن شکمشون رو سیر کردن، اینها هم به هیچ نتیجه ای نرسیدن و همچنان این رویه ادامه داره. الان تفسیر عکس رسیده به افراد باسواد و افراد تحصیل کرده، الان دنبال تفسیر عکسن. یعنی یه زمانی یک شرکت‌های هرمی بودن میگفتن که ما همه پزشکیم، هیچ کدوم از ما، دوستی داشتم میگفت که بیا وارد این کار شو، درآمد خیلی خوبی داره، همه ما پزشکیم، همه پزشکان اومدن وارد این شرکت شدن و همه تحصیل کرده، همه پزشک، همه متخصص، امکان نداره که این نتیجه نده. نتیجه شو دیدیم. ببینید، قرار نیست که کورکورانه وارد یک گود شد. وقتی تفسیر عکس جواب نمیده، وقتی مبنای علمی نداره، بذار کنار. اما رفته تو خون و جسم و وجود، و تفسیر عکس رفته تو تک تک سلول های بدن افراد. طرف یه جوغن میبینه، یه ذوقی میکنه، 10 تا عکس میفرسته، من فلان جوغن رو دیدم. خب دیدی نوش جونت، برو درار. جوغن چه ربطی به بار داره؟ ما 2 میلیون جوغن داریم، 10 میلیون نو جوغن داریم. برو بگرد از این 10 میلیون، از این 10 میلیون 2 دونش شاید به بار و دفین ارتباط داشته باشه. حالا 90 و چند میلیون به نوعی جوغن کاربردی هستن، نمیدونم اعتقادی هستن، فلان هستن. درصدی بخوایم به نوعی جوغن ها رو، یا چجوری بگم خدمت شما، درصدی بخوایم اینها رو برای شما عنوان بکنم، 96% جوغن ها آینی، کاربردی و اعتقادی هن. 4% اینها، 5% اینها میتونه به بار و دفین ارتباط داشته باشه، اون هم با شرایط خاص خودش. حالا دوستان این 4% رو جاشو عوض کردن، میگن 96% جوغنهای ما به بار و دفین ارتباط داره. هر جا جوغن میبینن از زاویه های مختلف شروع میکنن عکس فرستادن، که انگار این جوغن دیگه توش پر تلاست و نزدیک این جوغن تریلی تریلی تلا ریختن. یا یه نمادی رو میبینه عکس میگیره، از چجوری بگم خدمت شما، از جهات مختلف، از دور، از نزدیک، از پایین، از بالا، از جنوب، از شمال، از طلوع، از غروب، انواع اقسام این عکس ها، این نماد ها به چه دردی میخوره. شما خودتون یه کارت بانکی داشته باشید، رو کارت بانکیتون میایین رمز کارت بانکیتون رو میمیسید که اون شخصی که اموالی رو اونجا گذاشته یک بوت اونجا بذاره به عنوان نماد، بعد دستش رو اشاره بکنه بگه که این طلای من اینجاست. اصلا میشه همچین چیزی امکان پذیر هست؟ بیاد اشاره بکنه، یه چشمشو ببنده، یه چشمش باز، به سمت چشم باز من مالم اونجا گذاشتم، برو ورش دار. اصلا نمیشه. ببینید اینها همه توهمه، اینها توهم ندانستن یک عده متاسفانه درآمدشون در ندانستن افراد، درآمدشون در گمراهی افراد. هر چقدر افراد بیشتر ندونن، اونها بیشتر درآمد دارن. پس کاری میکنن شما ندونید و درآمد اونها بیشتر بشه. شما تشریف ببرید کلیپ
بی آقایی که یک ساعت و نیم کلیپ میذاره، از ابتدای کلیپ تا آخر کلیپ یک نکته آموزشی نداره، یک نکته آموزشی نداره، اما 1200 کلیپ نکته آموزشی استقبال زیر صفر، تعداد بازدید فراوون، اما میخواین به لایک که برسه، تعداد لایک بره بالا و افراد بیشتری بخوان از این کلیپ ها استفاده بکنن، متاسفانه نمیدونم زورشون میاد که یک لایک بکنن. در هر حال کانال متعلق به خودتونه، لایک کردید لطف داشتید، لایک هم نکردید بیشتر لطف داشتید. ممنونم از تک تک شما، امضای خدا پای تمامی آرزوها و رویاهاتون. مهرتون جاوید و بدرود. رضا ابراهیمی هستم.